ابوالفضل بلعمی ادیب و از وزیران عهد سامانی متولد به سال 222 هجری شمسیه. روزی از روزها ابوالفضل بلعمی سهل خجندی رو به عنوان رئیس امور مالی و خزانه داری سمرقند انتخاب کرد. ای سهل خجندی بیا اینجا. تو را برگزیدیم از میان این همه خوبان. برو خدمت کن چخه. سهل بار و بندیلش رو جمع کرد و قبل از اینکه عازم سمرقند بشه برای خدافظی رفت پیش وزیر. جلوی جمع ازش حسابی تشکر کرد، بعد اجازه خواست تا با او خلوت کنه. من صدای شما رو ندارم آقای خجندی، شما تصویر منو دارین؟ وقتی همه درباریان بیرون رفتن سهل گفت: خدا حفظت کنه وزیر، حالا که من دارم میرم سر کار بیا یه رمزی بین خودمون بذاریم تا بدونم از بین فرمان ها و نامه هایی که برام میفرستی کدوم ظاهرسازیه و کدوم واقعا باید اجرا کنم. بلعمی گفت: آفرین، به نکته خوبی اشاره کردی، فقط بهم چند روز فرصت بده تا راهشو پیدا کنم و بهت بگم. سهل گفت: قبوله و رفت. برو خیر پیش. بلعمی فوراً یه نفر دیگر رو به این مقام منصوب و راهی سمرقند کرد. به موجب این حاک بیا اینجا. تو را از میان این همه پاکان برگزیدم. برو خدمت کن کیشته. بعدم یه پیک برای سهل فرستاد و بهش فرمان داد که تو یه سال حق نداره از خونش بیرون بیاد. آخه چرا؟ مگه من چقدر احمق بودم؟ بعد از یه سال تمام که سهل تو خونش تو شهر بخارا زندانی بود، بالاخره وزیر احضارش کرد و بهش گفت: ای سهل، تو کی دیده بودی که من دو نوع فرمان بدم، یکی راست و یکی دروغ؟ آره تو فرق داری. نه بلعمی، منو نه بلعمی، هر حکمی که من میدم باید اجرا شه. وی تصریح کرد: اگر قرار باشه انجام نشه دستوری هم در کار نیست. و در نهایت ادامه داد: چون من نه ناتوانم و نه ترسو، اما تو منو آدم عاجز و ناتوانی دیدی، پس من تو رو برکنار کردم. مرسی اختدار.